این سازی که میبینید قرار سیم، پوست و پردهش عوض بشه. تا آخرین ویدیو با من همراه باش. میخوایم بریم این سه تا کار رو با هم دیگه انجام بدیم. ببینیم واقعا تعویض سیم، پوست و پرده روی ساز تار میتونه تاثیر روی صداش بذاره یا نه. یه بار قبلش صداشو گوش کنیم با هم دیگه. غیر قابل تحمله.
حالا دیگه وقتش رسیده بریم ببینیم صدای این ساز بعد از رگلاش چجوری شده و چه تغییری کرده. فقط این نکته رو خیلی سریع بگم که پوستی که الان برای این ساز انداختیم خیلی پوست زخیمیه، به خاطر اینکه اینجا شهر مرطوبیه و در کل وقتی که ساز رگلاش میشه به یک هفته زمان احتیاج داره تا صداش پخته بشه. با این حال بریم بشنویم ببینیم صدای این ساز بلافاصله بعد از رگلاش چجوری شده. نظرتون توی کامنت برام بنویس.